بنام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریایی و دریا می رویم ما از اینجا و از آنجا نیستیم ماز بیجاییم و بیجا می رویم لا اله هم در پیه الا همچلا ما هم به الا می رویم چشتی روحیم در طوفان نوح لاجرم بی دست و بی پا می رویم ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم ای کوه هستی ما رح را مبند ما به کوه قاف و انقا می رویم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان شیفتگان معنویت و حقیقت افتخار دارم که در محضر مولانا و درس مصنوی خدمت شما گفتگو میکنم همانطوری که عزیزان استهزار دارند موضوع بحث ما شرح و بررسی حکمتهای انسانساز حضرت مولاناست دفتر چهارم مصنوی رو با هم گفتگو میکردیم در داستان پسران ازیر بحث منتهی شد به مسئله توجه مولانا به رازداری و رازدانی و افشای راز و گناهی که بر این افشای راز مسلط است و مقدم است من صحبتی که برای شما دارم ممکن است امروز طولانی هم باشد در دو فصل است یعنی سخنرانی من دو قسمت دارد قسمت اول مربوط می شود به مسئله استقفاری که در این ابیات مولانا برو او تاکید میکند استقفاری که در ربط با پیامبر مطرح می شود و اون استقفار گفتاری و بیانی رو در سنت عارفان خدمتون گفتگو می کند. فصل دوم و بخش دوم سخنرانی من اساسا برمیگردد به این ابیاتی که قرائت شد ابیاتی که مربوط میشه به دفتر چهارم و مسئله راز و سر در عرفان که چه, چه حکایتی داره و اساسا ما اسا میتونیم به سری به رازی به سر قدری دست پیدا کنیم و اساسا هدف عارف این است که از ما انسانهایی تربیت بکنه که رازدان باشیم و رازدار باشیم و به سر و به اون باطن برسیم عزیزان استهزار دارند که قبلا هم بنده این مطلب رو تاکید کردم که عارفان و عرفان بر سر تاکید میکنن اصلا عرفان یک حقیقت رازآلود و سرانگیز و مکتبی است که شوق در انسان ایجاد میکنه که به سمت راز بره و به سمت سر بره اما خب حالا این راز چیه و این سر چیه و کسانی که چهل سال مصنوی خوندن نشون بدم که به کدام سر و به کدام راز رسیدن یا فقط ما بر زبانمون جاری میکنیم که مولانا اسرار را افشا میکند رازها را بیان میکند ولی اگه از ما سوال کنند که خب حالا اون سر چیه و اون راز چیه ما نتونیم پاسخی بدیم بنابراین بحث رازداری و رازدانی رو هم در بخش دوم خدمتون گفتگو میکنم و این نکته ایره که الان گفتم قبلا هم گفتم این استش که در نگاه عارف این عالم لایه های مختلفی دارد این عالم ملکی دارد و ملکوتی ظاهری دارد و باطنی قشری دارد و مغزی اینو همه عارفان بر او تاکید میکنن و اینجا وقتی که انسان میخواد از این قشر عبور بکنه به اون مغز یا از اون پوسته به اون لب و لباب اینجا مسئله سر و راز مطرح میشه خب خود مولانا رو هم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم مولانا خود مولانا هم رازدان بوده و هم رازدار بوده است و مرتبا در مصنوی وقتی که مشاهده میکنید ذوق ما و اون اشتهای ما رو تحریک میکنه اما وقتی که ما رو میرسونه به یه آستانه هرگز رازی رو افشا نمیکنه و سری رو برای ما بیان نمیکنه و مخصوصا در اینجا که در آخر این ابیات یعنی ابیاتی که الان میخوایم شروع کنیم ربط به قبلش داره مولانا دست به توبه بیزنه و خودش اعتراف میکنه به این که من خطایی مرتکب شدم رازی رو دارم آشکار میکنم نباید آشکار کنم مثل اینکه که دانه ای رو میخوام بپاچم در کویر و در این کویر این عمل نمیاد اینجا مولانا اشاره میکند به اینی که کسی که احمق است یعنی در پوسته خودخواهی و خودشیفتگی و سلف سنتر و یک نوع اگویستیک فرو رفته یک که احمق و این احمق به عالم وجدان و شهود و عقل راه پیدا نکرد من حد برای او بگم این نمیتونه لمس بکنه این حقیقتی رو که من دارم لمس میکنم اساسا سر را آیا میشه گفت یا نمیشه گفت آیا ما میتونیم سری را در عرفان ها بیایم درس بدیم بگیم ما آقا پنجاه سال مصنوی خوندیم و از این مصنوی تو این پنجاه سال 5 تا سر رو و 5 تا راز رو من استخراج کرد مولانا میگه حالا در مورد احمق میگه میگه این احمق جوابش سکوته یه نفر از یه جایی رد میشد دید یه نفر خابیده توی نهر داره آب میخوره گفت خابیده آب نخور عقلت زائل میشه اون برگشت گفت چی زائل میشه نمیدونست اصلا خرد و عقل چیه گفت چی زائل میشه گفت هیچی شما آب تو بخور بنابراین در اینجا احمق که حضرت عیسی هم میگه من از او فرار میکنم مولانا میگوید که این خموشی بهتره برای او و بهتر این است که من سری رو و رازی رو اصلا اشاره نکنم ببین راز رو که افشا نمیتونه بکنه ولی فقط اشاره رو داره مولانا بیان میکنه بعد وارد این بحث امشب میشه میفرماید پس خموشی به دهد او را ثبوت پس جواب احمق آمد پس جواب احمقان آمد سکوت این همی دانم من اینا رو میدونم که نباید من بخوام پرده دری کنم ولی مستیتن می شاید بی مراد من دهن من وقتی مست میشم دوچار یک سکری میشم مست میشم مست میشم یعنی متصل میشم به یک شعوری و یک هوشیاری که او منو سید کرده و او منو برده من نرفتم دنبال او اونو بفهمم اصلا از این طریق من نتونستم به او برسم اون منو سید کرده من سیاد نبودم من مرغی بودم که لانه خودم رو خراب کردم نشستم او منو سید کرده من مست شدم یعنی به یه هوشیاری مست شدم یعنی به یه هوشیاری متصل شده. و این مسیر رو کسی درک نمیکنه این معنا رو توجه داشته باشید تا زمانی که من مست نشوم اساسا عرفان از جنس حضوره تا زمانی که من مست نشم میتونم حس بکنم مستی یک فردی که رد واین یا وایت واین یا یک ارز کنم کنیاک یا یک ماده مستی رو خورده نمیتونم که حالا وقتی هم که او داره میگه من مستم من مستی او رو نمیفهمم اصلا فهم نمیشه در سینه بود هر آنچه در سینه بود در سینه بود هر آنچه در سینه بود من این رو میدونم این همی دانم ولی مستی تن ولی که من وجودم مست شده میگشاید بی مراد من دهن آنچنان که که از عدسه و از خامیاز یعنی از خمیاز این دهان گردد بناخواه تو باز یعنی اصلا دیگه دست خودت نیست بلکه او در من افکنده است اونی که منو سید کرده در من افکنده است و من دوچار خطا شدم خب اینجا که ما نگاه میکنیم فرازهای متعددی در مصنوی ما سراغ داریم که مولانا یه امان امان از اینی که من بی غیرت بشم و حقیقتی رو که کشف کردم بخوام به احمق بدم بخوام به ناقابل بدم و به نامحرم بدم اینجا بحث غیرت مطرح میشه اصلا یکی از رازها بحث غیرت است که من این غیرت رو بحث کردم که مولانا معتقد است که خداوند غیور است غیرت میکند غیرت یعنی دور باش غیرت با حسد فرق میکنه تو زبان انگلیسی من تحقیق کردم لفظی که بتونه قائم مقام غیرت باشه من نتونستم بفهمم نه چسبید به من میگن جلیس جلیس اون حسادت حسادت غیرت نیست حسد و حسادت بارها از کردم یعنی خواستن نخواستن نعمت در دست دیگران یعنی شما اون بالایی من این پایینم حسد اینه که من آرزو میکنم شما بیای پایین نخواستن نعمت در دست دیگران ولی غیرت عبارت است از نگاه داشتن یک نعمت از دست نامحرمان و نااهلان الان وقتی که شما جنبش رو در ایران جنبشی رو در ایران مشاهده میکنید نارضایتی مردم رو مشاهده میکنید فرار انسانها ها از دین و از معنا رو مشاهده میکنید این یعنی غیرت کردن در دست نااهلان قرار گرفته است عالم در عالم غیرت هست ریجکت هست و دورباش میگوید خداوند مولانا هم دورباش میگوید در دفتر اول میگوید این سخن شیر است در پستان جان بی کشنده خوش نمیگردد روان من حقایقی رو درک کردم حالا حرفایی که میخوام بزنم باید مستمعینی باشن که اینا بتونن میک بزنن و این سخن رو از پستان جان من بکشن بیرون مستمع چون تشنه و جوینده شد واعظ از مرده بود گوینده شد یعنی صاحب سخن را مستمع بر سر ذوق می آورد احساسات او اراده او خواسته او طلب او باعث میشه که من بجوشم مستمع چون تازه آمد بی ملال صد زبان گردد به گفتن گنگلال وقتی که ملالی نداشته باشه و تازه باشه و طلب در وجودش باشه این همه هیجان ایجاد میکنه حالا اینجا نگاه کنید مولانا میگه که حقیقت هایی که من درک کردم در وجود من و در اندیشه من اینها مانند دخترکان زیبایی هستند که خب قدیم این خانوم ها و دخترها رو در اون طرف قرار میدنند در اون طرف میگفتن اندرونی در اندرونی و اینها خودشون و صورت خودشون رو میپوشاندن از نامحرم میگه این دخترکان زیبایی که من در وجودم رازالودند وقتی که محرمی وارد بشه این ستیران یعنی اینایی که هجاب دارن هجاب خودشون رو برمیدارن و بیهجاب میشن ولی وقتی که نامحرمی از راه میرسد اینها پرده در میشوند چون که نامحرم در از درم پرده در پنهان شوند اهل حرم و در محرمی دور از گزند برگشاین آن ستیران روی بند هرچرا خوب و خوش و زیبا کنن از برای دیده بینا کنن یعنی لیاقت میخواد چی بود آواز چنگ و زیر و بم از برای گوش بی حس اصلا برای گوشی که کره حالا شما بهترین سمفونی رو هم بنوازید این کجا میتونه تاثیر بگذاره اصلا نمیتونه حس بکنه ما اصلا نمیتونیم این رازها رو بفهمیم و در جای دیگری حتی از این غیرت میگه که شما وارد یه باقی میشید و یک بلبلی غیرت داره نسبت به بوی گل و روی گل اما این بلبل میره میشینه و شروع میکنه چه چه زدن چه چه زدن تا شما رو مشغول کنه به این خودش تا شما قافل بشید از بوی گل و روی گل چون شما صلاحیت ندارید به معشوق او نزدیک بشید اینها همه غیرته بلبلانه نعرزن در روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل یعنی اونایی که نامحرمن اومدن تو با من بلبل باید شروع کنم به خواندن همه بگن عجب صدایی بیان به سمت من به گل به سمت گل نرن چون لیاقت ندارن تا کنی مشغولشان از بوی گل تا به گل مشغول گردد گوششان سوی روی گل نپرد هوششان به سمت روی گل نرود خب نگاه کنین اینایی که بنده ارز کردم موارد متعدد هست و مولانا میگه حالا اگه در یه جایی من یه مرتبه اومدم خواستم یه پرده ای رو کنار بزنم یعنی پرده ای رو کنار بزنم که نمیشه پرده رو کنار بزنه با درس های مصنوی نمیتونه کنار بزنه اونجا این فقط انگشت اشارت نشون میده ما رو تا در آستانه میرسونه از اون آستانه به بعد باید یه کارهایی و ورزهایی شما انجام بدی تو انجام ندی که نمیشه که آقا بنده الان سالهای سال دارم مصنوی میخونم و مصنوی میگم اگر صد سال دیگه زنده باشم و صد سال روزی صد بارم مصنوی رو بخونم من به رازی دست پیدا نمیکنم اصلا کلاس برام بذارن همهرم برام توضیح بدن تمام این مفاهیم رو هم ایضاح بکنم بنده به چیزی نرسیدم من مصنوی رو آوردم در استخدام ذهن خودم اما اونجایی که من باید برم مولانا چیکار میکنه یه آدرسی رو نشون میده میگه حالا اونجا باید بری اونجا یه دختر خوشگلی هست تو اگه دنبال یک همسری هستی برو اونجا این دختر پادشاه اونجاست ولی وقتی که میری دیگه به آستانه من میگم چجوری با تا آستانه برو از آستانه به اون طرف تو باید خودت سید بشی تو باید لیاقت پیدا بکنی یه یه لازمه با خوندن و گفتن و این چیزایی که بنده دارم میگم هیچ ما نمیتونیم برسیم بلکه یه ترشحی میاد از اون طرف خب حالا من به بحث راز میرسم خب در اینجا مولانا میاد میگه که من تبعیت میکنم از پیغمبر از پیغمبر اکرم من تبعیت میکنم به خاطر اینی که من گناهی کردم و این یه جمله ای رو از پیغمبر بیان میکنه پیغمبر یه جمله ای هست که میفرماید که من استقفار میکنم خدا را در هر روز هفتاد بار از این هفتاد بار یعنی که و نه اینکه شست تا نه هفتاد تا یا هفتاد و سه تا نه هفتاد تا نه این هفتاد کسرته یعنی من دائما در حال استقفار هستم استقفار میکنم مولانا میاد میگه که پیانبر استقفار کرده بنابراین من هم مثل پیانبر توبه میکنم اصلا توبه با استقفار فرق میکنه من این رو بگم برای افرادی که جدید الان دارن حرفای من رو بنده نوکر مولانا نیستم من بنده مولانا نیستم من و هر و شما هم همینطور اتوریته نمیشه مولانا که هر که مولانا گفت چون داره میگه ما بیایم این رو بیایم مطلق کنیم بگیم اینجا درست گفتیم من نمیخوام حالا نقد نمی کنم ولی توبه اینجا وجود نداره بلکه استقفار هست حالا استغفار چی هست خدمتتون عرض میکنم ببینید در اینجا بلا فاصله شارهین مصنوی رفتن دنبال اینی که آقا این پیامبر اینی که انسان کامله اینی که رحمت للعالمینه اینی که صادر اوله این حرفا مگه میشه که این پیامبر خطایی بکنه و گناهی بکنه و حالا مولانا قابل قیاس با پیامبر نیست مولانا یه خطایی کرده آیا پیامبر هم خطا میکنه اینجا یک سلسله بحث های کلامی یعنی عقیدتی و فلسفی و الهیاتی مطرحه که طرحش به شکل دقیق و دیتل و جزئی تو زندگی ما نقشی نداره حالا پیانبر خطا کرده یا خطا نکرد اما من یک نکته ای رو اینجا خدمتون عرض میکنم داخل پرانتز میگم و رد میشم و میرم و اون این استش که اول یه مقدمه ای رو بگم مقدمه رو قبلا برای شما گفتم و اون مقدمه این است که هدایت و راهیابی انسان که میخواد حرکت بکنه دو جوره از نگاه الهیاتی هدایت یک معناش نشان دادن راه است یک معناش رساندن به مقصد است خب یعنی شما الان یه آدرسی رو میخواید برید بنده اومدم تو ویرجینیا بلد نیستم این مال رو یا منزل شو یکی از شما رو بلد نیستم به من میگم من میگم من میخوام برم منزل این آقا منزل این خانم اومدم قریبم تو ویرجینیا راه رو به من نشون میدن میگن از اینجا باید بری از اونجا باید بری اونجا یه پارکه پشت پارک یک مدرسه است کلیساس بغل کلیساس این خونه فرض کنید اینطوری آدرس بدن جی بی ایس هم ندارم اینو میگن اراعت و تاریخ. من را میفتم و میرم و میرم و میرم ممکنه تو مسیر که دارم میرم اصلا انحراف برم یا سرگرم یه مالی بشم سرگرم یک جاذبه ای بشم اصلا فراموش کنم که میخوام برم خونه شما این اراعت و تاریخ. یعنی راه رو فقط به من نشون میده این معنای هدایت یک معنای هدایت اینه که یک نفر میاد از فرودگاه منو سوار میکنه میبره به منزل خودش اونو میگن ایسال علل مطلوب یعنی میرسونه منو به مطلوب دست منو میگیره میگه اینجا خونه ماست اینجا دیگه امکان نداره من منحرف بشم و گمراه بشم انسان ها در ابتدا که اون دعوتی که خدا میکنه این اعتقادی است که بنده دارم و سند و دلیلم براش دارم راه میفتن و حرکت میکنن حرکت میکنن حرکت میکنن و استعداد و لیاقت خودشون نشون میدن از یک نقطه تا این نقطه اینا ممکنه خطا بکنن اما از اون نقطه به بعد یه شعور کیهانی یک شعور مرموز میاد و دست او رو میگیره حالا اینجا رازالوده دست او رو میگیره و دیگه این امکان نداره خطا بکنه اینجا به مقامی میرسد به نام مقام اسمت چون منو گرفته دیگه وقتی منو گرفته داره منو ساپورت میکنه و منو کنترل میکنه من دیگه خطایی مرتکب نمیشم این دومی به شما به مقام اسمت رسید خب آمدن بحث کردن در بین الهیون که آیا این انبیایی که از جانب خدا اومدن یعنی تمام کسایی که موحدن و تمام کسانی که به تسلیم رسیدن چون ما در طول تاریخ یک دین بیشتر نداریم اصلا مسیحیت، یهود، تمام انبیا به اون تسلیم رسیدن اسلام، نه اسلامی که ما داریم ما این اسلام هویتی است که برای من یه هویت ایجاد کردی که این همه جنایت هم در قبالش انجام میشه اسلام حقیقتی همه انبیا مسلمان بودن مسلمان یعنی تسلیم حقیقت بودن نه اینکه مسلمان یعنی به معنایی که من میگم خب در بین موحدین و کسانی که به این انبیا اعتقاد دارند و ما تمام این انبیا رو اعتقاد داریم که اینها مخزن حکمت ها هستند اینها میان میگن که آیا اینها خطا میکنن یا نمیکنن نظرات مختلفی هست یک عده معتقد هستن به اینکه این, این انبیا آدمایی هستن مثل ما قضا میکنن راه میرن دندونشون درد میگیره عاشق میشن گرفتار میشن مرگش دارن بعد اینها خطا هم میکنن گناه هم میکنن و بعد توبه میکنن یک عده معتقد هستن که نخیر اینها معصومان یعنی اینها ساپورت میشن اینها معصوم هستن و گناهی نمی کنن. در اون قسمتی که میگیم معصومان یعنی ما اومدیم جزء اردوگاهی که میگیم بله این انبیا باید معصوم باشن دو جو چند تا بحث مطرح میشه یک بحث این هستش که آیا این اسمت در اونها جبری و استرلاری است یعنی از روز اول یه جوری متولد شدن که اصلا نتونن خطا بکنن و نتونن گناه بکنن از روز اول خداوند یا اون شعور اینا رو کنترل میکنه اصلا خطا نمیکنن تو بچگی هم خطا نمیکنن تا بزرگ هم میشن خطا نمیکنن این دیگه خیلی اسمت مطلقه برای تمام انبیا و اولیا قائلن و هر جا که بگیم اینجا یه خطایی صورت گرفته توجیه میشه این یک عقیده است و حتی مثلا حضرت عیسی در گهواره سخن میگه حضرت یوسف دوازده ساله اون خوابو میبینه و اینها میان اینا رو سند قرار میدم که همه اینا حمایت میشدن و اینا از ابتدا اصلا خلقتشون و جبلتشون یه جور دیگری بوده است این یه عقیده که بنده اینا رو که دارم میگم فقط دارم نقل میکنم و نمیخوام بحث کنم بعد در این به این کسایی که اعتقاد به اسمت دارم میان میگن نه اسمت اختیاری است همون بحث ایسال ال المطلوب و ارائت تا طریق رو مطرح میکنن انبیا معصومن انبیا معصومن نسبت به تمام خطاها صحوها احساسات عواطف هیجان حالا اینایی که میان میگن اسمت اختیاری است باز دو دسته میشن یه دسته میگن آقا دیگه این پیامبر تو خونه خودش با خانومش تو آشپزخونه که اینطور نیستش که اصلا خطا نمیکنه یا اصلا صحوی به او دست نمیده بلکه اگه ما میگیم اینها معصومن در طلب قیه وحی اونجایی که وحی رو تلقی میکنن یعنی به اون مکاشفه میرسن رازی رو خداوند به اونها انتقال میده در انتقال تعلیم و تعلم تو دانشگاه وحی و الهیات اینو هرگز خطا نمیکنن برخلاف عارف تجربه عرفانی با تجربه وحیانی فرق میکنه عارف ممکنه تلقی داشته باشه که اون تلقی شیطانی باشه یعنی عارف به یه جایی میرسه یه رازی رو کشف میکنه اما اون راز شیطانی یا وقتی که میخواد تفسیر بکنه شیطان در او تاثیر میگذاره اینا عقایدی است که تو تجربه های ارفانی هم ما بسیار دیدیم اما در تجربه های وحیانی پیامبران ساپورت میشن اونایی که گفتن نخیر ساپورت نمیشن از توش کی در میاد از توش آقای از کنم نویسنده کتاب آیات شیطانی چی بود اسمش یادم رفت ارز میکنم خدمتون که ایشون میان و آیات شیطانی رو می نویسن. آیات شیطانی به معنای این که تمام این آیات قرآن رو شیطان بر پیامبر نازل کرده است یا دخل و تصرف کرده و از همه مهمتر اینه که این شیطان تا تونسته علیه خودش فوش داده برای که شک نکنید که این آیات رو شیطان بر پیامبر نازل کرده میشه میگه سلمان رشدی آیه های شیطانی حالا ما به این کار نداریم تایید هم نمی کنیم. بحث هم نداریم اصلا نمیخوایم بحثی نداریم منظور اینی که به این شکل میان بیان میکنن میگن نه پیامبر ممکنه در برخورد با بچه شد در توی بازار یا در برخورد با مردم دچار خطا بشه و بعد این بحث رو میان راجع به اولیا هم مطرح میکنن یعنی راجع به ائمه در عقاید شیعه میگن اونها هم معصومن اینها معصومن که گفتم مثلا چهارده معصوم یا مثلا 5 تن آل که معصومن یا انبیا معصومن خب این بحث چه به درد ما میخورد یا به درد ما میخوره یا نمیخوره من در حکمت به من چه میگم اصلا به من چه من دارم از تعالیم این بهره میگیرم من متصل به این رحمت هستم حالا در این نمیان بحث بکنم که بگم خطا کرده یا خطا نکرد خب و اما استقفار من این استقفار رو براتون بگم متاسفانه ما واژگان الهیاتی که حالا مولانا هم به کار میگیریم ما اصلا معناش رو فقط اصلا کوچه بازاری که از بچگی به ما گفتن یاد گرفتیم بعد میایم وقتی که میخوایم تفسیر کنیم همون رو میاریم داخل میکنیم این مبنا میخواد این یه سرسره مبانی تئوریک میخواد فهم این مطالب کلمه استقفار رو من براتون اول توضیح بدم استقفار میدونید که یه کلمه عربیه و یک استراکچری داره یه هیئتی داره که میگن بر وزن استفعال در زبان عربی ما یک قالب هایی داریم یک وزن هایی داریم که شما ماده رو وقتی که تو این وزن میریزی یه معنایی به دست میاد حالا میان میگن که قفره یعنی قفره قین و ف و, و را رفته تو باب استفعال شده استقفره یا و استقفار مثل سمره که میره میشه استثمار مثل عمران آبادی که میره میشه استعمار مثل خدمت که میره میشه استخدام استفعال استخدام استثمار و یکی استقفار و توی هیئت استفعال یعنی هر جا که کلمه استفعال شما دیدید توش طلب شدید و جدیت شدید و کار شدیده خب حالا قفر رفته به باب استفعال قفر یعنی چی؟ کلمه قفر رو ما بریم دنبالش قفر یعنی توبه آقا چه حرفایی میزنه کجای قفر یعنی توبه؟ قفر یعنی سطر پوشش چتر حمایت معنای قفر یعنی شما بری شما رو حمایت کنن شما رو پوشش بدن توجه فرمودید یا نه یعنی در اون جایی که شما طلبتون این است که حمایت بشید و شعوری و یا قدرتی بیاد به شما پوشش بده شما رو ساپورت بکنه ساپورت بکنه توجه فرمی. الان یه دانشجویی به من زنگ میزنه میگه آقا بله من در دانشگاه دارم یک تزی مینویسم راجع به این موضوع شنیدم شما اطلاعات دارید میخوام به من مشورت بدید و میخوام منو حمایت کنید در این رشته علمی به من کمک کنید اینو میگن استغفار استغفار معنیش اینه آقای که زنگ میزنه داره استغفار میکنه یعنی من موندم طلب پوشش و طلب حمایت دارم از تو یه دزدی تو زندان بنده چون در زندان بودم در زندان ایران شما قاتی قرار میدن مخلوطه دیگه همه چی دیگه مخلوطه سوا کردنی نیست شما در کنار شما تو زندان کنار یه قاتل نشسته اون ولی یه دوز سارق مسلح نشسته روبروی یه استاد دانشگاه نشسته همه اینا با هم دیگه بعد من وقتی با این دزدا دوست بودم خب بالاخره براشون درس میدادیم گاهی از اوقات مصنوی میگفتیم خیلی خوششون میامد اینا میم این دزده یا یه هفته دیگه میخواست آزاد بشی گفتم خب حالا میخوای چیکار کنی الان داری اینجا داری میری بیرون ان داری از این در میری بیرون چیکار میخوای بکنی یا آقا من سوء سابقه دارم هیچ جا به من کار نمیدن چون من دفعه سومه که دارم میام زندان اگر الان از این در برم بیرون من حمایت کنن به من کار بدن من دیگه دزدی نمیکنم ولی از همینجا که میرم مطمئن باش تو مسیرم اگه موردی باشه دزدی میکنم ولی اینکه من حمایت نمیکنن استقفارم کردم یعنی به این نتیجه رسیدم که من باید حمایت بشم استقفار در زبان عربی به کلاهی که سرشون میذارن موقع متصواری میگن مغفر یعنی این پوشش میده یعنی این حفظ میکنه خب حالا پیامبر میگه من روزی هفتاد بار نه اینکه هفتاد بار یعنی صبح مثلا سی تا بعد از ظهر 20 تا باز شبم مثلا فرض کنیم 20 دیگه نه معناش این نیست یعنی دائما من طلب پوشش میکنم خب اما یه نکته ای وجود داره و اون نکته این است که در اینجا مولانا چیکار کرده که میخواد توبه کنه و میخواد استغفار کنه مولانا حرف زده مولانا یه چیزی که نباید میگفته گفته یعنی حرفی زده که این حرف بیجا بوده مولانا بیجا سخن گفته و حالا که بیجا سخن گفته واقعا هم بیجا سخن گفته حالا میگم تو بحث رازداری به تو میگم چرا مولانا بیجا سخن گفته مولانا بیجا سخن گفته و چون بیجا سخن گفته میخواد توبه کنه و آیا پیغمبر چی کار کرده که مولانا میگه من هم مثل پیغمبر آیا پیامبر بیجا سخن گفته یا پیامبر هم اومده راز رو مطرح کرده حقایقی رو مطرح کرده که آدمای احمق نمیفهمیدم این اینو میشه گفت اما پیامبر خودشون در یک این, این روایات چون کنار هم قرار میگیره در یک جای دیگه میگه که وقتی که میام در بین مردم با این مردم که سر و کله میزنم و توی این کسرت ها قرار میگیرم لیقان و قلبی یا علا قلبی یک ابری یک پرده ای یک گرد و غباری وجود منو میگیره و من میخوام حمایت بشم این گرد و قبار رو کنار بزنم بنابراین وقتی پیغمبر میرفت به منزل صدا میکرده خانومشو که آیشه بوده حضرت آیشه بوده خب خانوم های دیگه شون همه بودن دیگه فقط یک خانومشون جوان بوده فرمودن که کلمینی یا همیرا بیا بشین با من حرف بزن من میخوام اون دودا بیاد بیرون گرد و غبار بیاد بیرون در اونجا هم پیغمبر داره طلب حمایت میکنه از آیشه و از خدا هم طلب حمایت میکنه مگه پیامبر حرفایی که زده توش دود بوده مگه پیامبر غیبت کرده مگه پیغمبر دروغ گفته مگه پیغمبر وعده غلط داده مگه پیامبر ناسادق بوده نه تمام حرفای ایشون نور بوده روح بوده حکمت بوده اما همون حرف زدن اصلا نفس حرف زدن نفس اینکه بنده دارم سخنرانی میکنم همین الان و شما زیاد که حرف بزنید بر باطنتون یک گرد و غباری مینشینه و باید انسان این گرد و قبار رو کنار بزنن اینجا اومدن در بحث سکوت همینطوری که خانم دستقیب از صحبتهایی که من راجع به سکوت کرده بودم آوردن کدهایی آوردن در اونجا من این بحث رو کردم در شرح قزل من قلام قمرم غیر قمر هیچ مگو هیچ مگویی که من گفتم در اونجا بحث سکوت رو بنده اونجا مطرح کردم خب بنابراین ما در اینجا یه نقدی میکنیم که آقای مولانا این پیامبر اینطوری بوده رازی رو پیامبر نخواسته افشا بکنه که شما دارید اینجا بیان میکنید ولی باشه به تبعیت از پیامبر استغفار خب حالا بنده چی میخوام بگم همین حرفی که زدیم آقا به چه درد ما میخوره ما اصلا دنبال راز و اینا رو رها کنیم آقا ما میخوام بریم دنبال راز ما میخوام بریم دنبال سر حالا میگم راجع به رازا ما بیایم این بحث رو مطرح کنیم که این چون در عالم گفتار بوده و در عالم بیان بوده من و شما اونطوری که مولانا دلش میخواد ما میخوایم بریم به اون آستانه برسیم دیگه خب چه جوری میتونیم به اون آستان برسیم هی شعر بخونیم معنا کنیم من بیام سخنرانی کنم نه این میگه وقتی میخوای به اون آستانه پا بگذاری یه سری ورزه ها لازمه یه سری تمرین ها لازمه همین استغفار رو در زندگی تحقق بده استغفار رو چگونه تحقق بدم استقرار استغ... استغفار ببخشید یک ورزه است یعنی یک کاری باید تو بکنی با این استغفار تقریبا فرمودیم مثل مثلا استعازه استعازه یعنی طلب پناهندگی قرآن میگه پناه ببرید فست از بالله به اون شعور شما پناه ببرید خب این مثل این ایک هی بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی این هی زبانم لا حول ولا قوت الا بالله استغفر الله. یه تسبید هستم استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر هی بگم جلو حضرت علی داشت میگو حضرت علی گفت مادرت به ازاد بشینه چقدر هی که میگی استغفر الله استغفر میدونی که چی داری میگی خب این باید اینجا معنا بشه دیگه میگن یه آقایی وقتی خانم ها رو میدید که این خانم ها خیلی زیبا بودن نگاه میکرد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یه خود زشت بودن میگفت استغفر الله ربی و اتوب الی استغفار میکرد خب این موضع استغفار این استغفار یک ورزه است استعازه کاری من باید بکنم که پناه ببرم نه اینکه بگم با گفتم که نیست اصلا هیچ کدوم از اینا بیان نیست ولی اینجا مولانا آمده در مسئله بیان داره مطرح میکنه یعنی اونجایی که ما داریم حرف میزنیم یعنی شما صبح تا شب که دارید مهمترین کاری که انجام میدید شما کاری که شما صبح تا شب دارید انجام میدید مهمترین کار حرف زدنه ما با هم دیگه پای تلفن حرف میزنیم ما همین الان داریم حرف میزنیم من حرف زدم شما حرف میزنید دیگران حرف میزنن این رسیدن به اون آستانه استقفار فعل بیانی و فعل گفتاری است این زبان از اینجا باید برسی تا اینکه مستعد بشی که حالا اگر رازم خواستن بهت بدن بهت بدن از اینجا باید شروع بکنی خب من اینجا برای شما وارد این بحث شدم و اگر اجازه بفرمایید این بحث رو من براتون باز میکنم این قسمت اول صحبتم میشه تا بریم سر قسمت دوم خب حالا یک بحثی که میخوام باز بکنم اینه چی میخوایم بگیم ما در اینجا آورده بخش 126 تفسیر این حدیث که پیامبر فرمود انی لا استغفر الله فی کل یوم سبعین مره اون حدیثم بنده آوردم انه لیقان علی قلبی بر قلب من یک گرد و خاکی می و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره من اینجا عنوان بحثم رو گذاشتم این خیلی مهمه و مولانا هم بر این تاکید کرده مراقبه در افعال بیانی و گفتاری یعنی شما این رو بدانید که عارفان اولیای الهی در همون خطبه متقین حضرت علی میفرماید قلبی مستقیم نمی شود مگر اینکه زبان او مستقیم بشود و گفتار او مستقیم بشود و داستان لغمان و خاجه لغمان رو شنادید که خاجه به لغمان گفتش که لغمان دلم میخواد فردا برای من بهترین غذا رو تهیه کنی فردا که اومد لغمان زبون آورد زبون گوسفند درست کرده بود خوشمزه آورد که آقای خاجه بخوره بعد چند روز بعدش گفت میخوام فردا بدترین غذا رو برای من بیاری فردا باز زبان درست کرد گفت چطور این بدترین و بهترین شد گفت برای اینکه این زبان دوسوست این زبان جنگ جهانی ایجاد میکنه این زبان ویرانی به وجود میاره این زبان نفاق به وجود میاره گفتار ما و این زبان عشق امید شادی آرامش به خود آمدن ایجاد میکنه این مسئله رو بنده در همون بحث سکوت اشاره کردم اما اینجا یک نکته ای رو به شما بگم این همه تاکید که شده تاکید که شده در دوره مدرن روانشناسان فیلسوفان اینا تاکید کردن بر اینکه جورج بارکلی قبلا اومد گفت که این ما با زبانمون خیلی کارها انجام میدیم و اومد گفت بیایید بحث کنید راجع به فعل گفتاری یعنی خود این میگن فلانی حرف میزنه عمل نمیکنه در صورتی که مهمترین کار همین حرف زدن بعد ویتکنشتین آمد ویتکنشتین اومد تحقیقاتی کرد و یه حرفی زد و اون حرفش این بود که ما با زبانمون بی نهایت کار انجام میدیم بی نهایت کار انجام بعد شخصیتی پیدا شد جان استین و بعد جان استین که فوت کرد سرطان گرفت شاگرد او جان سر یه کتابی نوشته که ترجمه به فارسی هم شده به نام افعال گفتاری اسپیچ اکت این رو در اونجا آورد شما اگر ما این رو از همین فردا استغفار میخوایم بکنیم چگونه باید استقفار بکنیم حالا در اینجا وقتی که ما به صلاح حرف میزنیم صحبت میکنیم در اونجا آقای جان سر آمده گفته که شما سه تا کار انجام میدید کار اول این که یه ای کار فیزیکی انجام بدید این زبونتون در دهان دهانتون به کمک اون زبان کوچک تکون میخوره و شروع میکنید به حرف زدن و سخن گفتن این کار اوله کار دوم این کار رو اسمش رو گذاشته همون اسپیش اکت یا لوکیشنری اکت این رو براتون آوردم این کار فیزیکی که انجام میدیم دوم اون کار فیزیکی که ما انجام میدیم با توجه به اینکه در هر کشوری و در هر ملیتی داریم سخن میکنیم یک کاری انجام میدیم که من وقتی که دارم با شما صحبت میکنم با سخن گفتنم یا دارم به شما خبری رو میدم یا دارم شما رو تحریک میکنم برای یه کاری یا دارم خودم رو ملتزم و متعهد میکنم به کاری یا دارم در شما حالی و احساسی ایجاد میکنم یا اینکه میخوام حق... حقیقتی رو با گفتنم ایجاد کنم یعنی بگم و او ایجاد بشه این پنج تا کار حالا بعد اینها رو توضیح میدم این کارها اسمش رو گذاشته Illocutionary Act آقای جان سر. و که از کنم که فعل در بیانی و فعل بیانی فعل با بیانی هم داریم که میگه پل کوشنری اکت یعنی شما وقتی که خبری به من میدید یا سوالی از من میکنید بدون اینکه خودتون بخواید این سوالی که از من کردید و من جواب دادم به شما و هر جوابی که به شما دادم ناخواسته در من یک سلسله آثار دیگه چیه به وجود میاد مثلا شما میترسی یا مثلا شما عاشق میشید یا حکم میکنید یا قضاوت میکنید اینها رو بهش میگه فعل با بیان مثال زدن حالا بعضی از اساتیدم که در دانشگاه گفتن اینطور گفتم که مثلا شما در یه اتاق نشستی تنها هستید دارید مطالعه میکنید من یه مرتبه در رو باز میکنم میگم ساعت چنده خب یه سوال کردم از شما ساعت چنده دید. شما باید بگید ساعت چند شما ساعت ممکنه به من بگید. ولی وقت وح... از اونجا که میرم بیرون شما عصبانی شده. که این وقت شناس نیست من دارم مطالعه یا اینکه خوشحال شدی برای اینکه من باید قهر بودم گفتم ساعت چنده گفتی آهای میخواد با من آشتی کنه یا اینی که از میکنم خدمتون که خیلی چقدر این آدم خودخواهی خب بره یه ساعت بخره ساعت نداره از من میپرسه دارم مطالعه میکنم و خیلی چیزایی دیگه حالا ما در اینا کاری نداریم ما در اون پنج حالتی که داریم افعال گفتاری استقفار تو این افعال گفتاری ما هم تبعیت از پیانبر و ما که رازگو نیستیم که بگیم آقا فردا اگر بنده خواستم رازی رو بیان شما تو کجا و راز کجا که بخوام رازی رو بیان بکنم به خودم میگم آقا کوپایه تو کجا و راز کجا بخوام توبه کنم استغفار کنم نه این استقفار در اینجاست افعال از کنم که اولی که ما انجام میدیم فعل اولی که ما انجام میدیم فعل توی این جزوه هست براتون من براتون فرستادم آقای مطمئن دادن فرستادم فعل اخباری است اخبار یعنی خبر دادن شما خبر میدید از خودتون از جامعتون از دیگران از عالم طبیعت از عالم ماورای طبیعت از جامعتون از خدا از قیام از هر چی که دلت میخواد خبر میدید دیگه خب در تمام این پنج که ما داریم بحث میکنیم در تمام این پنجتا تا یک روحی باید بر شما حاکم باشه و اون صداقت شما باید صداقت داشته یعنی ساحت های وجودیتون به هم منطبق باشید خب حالا در این فعل گفتاری اخباری که خبر میدید استقفارش چیه که من میخواهم حمایت بشم چگونه از اون شعور حمایت میشم استقفارش این است که من میخوام حمایت بشم که خبری رو ندم مگر این که من بدانم اون خبر مطابق با واقع است یعنی صدق و کذب منطقی او برای من مهرس شده باشه استغفار معناش اینه که من حمایت میشم دیگه حرفی رو نمیزنم که خودم بهش اعتقاد ندارم یا نمیدونم که مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست و موجه و مستدل ببینید آزادی بیان وجود داره آزادی عقیده و بیان هر کس میتونه هر حرفی دلش میخواد بزنه ما نمیتونیم بریم جلوی بیان کسی رو بگیم میگیم شما بی خود میکنی حرف رو داری میزنی اما اگر من خواستم حرف بزنم اخلاقا انسانیتا اجازه ندارم حرفی که مستدل نیست بزنم حرفی که مستدل نیست موجه نیست برای من جزو مشهوراته جزو مسلماته جزو این ببینید اینا مبانی است که ما میخوریم ببینید مبانی حرف‌های ما گاهی مجربات یعنی تجربه کردیم گاهی محسوساته گاهی مشاهداته گاهی متواترات اینا همه مبانی آدم بعد بخونه بعد شما درسش رو بخونی تو منطق اینا رو به شما درس میدن میگه حرفی که میزنی این حرفت مشهوره یا مجرب تجربه شده یا مستدل این قفران اینجا حمایت معناش اینه که من باید دقیقا به این نکته توجه کنم. این یک دوم دومی فعلی که گفتم خدمتون چی بود؟ در اونجا دارید میبینید در اون فعلی که بنده دارم بحث میکنم فعل گفتاری و بیانی که من شما رو تحریک میکنم چجوری تحریک میکنم؟ به شما امر میکنم اگه بالای شما باشم از شما خواهش میکنم التماس میکنم توصیه میکنم درخواست میکنم در تمام اینها من دارم شما رو تحریک میکنم برای یک کاری من از شما سوال میکنم یعنی در اینجا که دارم سوال میکنم یعنی شما رو دارم وادار میکنم که جواب منو بدید یا از شما به شما امر میکنم که برید و این رو برای من تهیه کنید بیارید یا از شما خواهش میکنم که این کار رو برای من انجام بدید این فعل دومه دیگه یعنی شما تو حرفایی که به هم دیگه میزنی این بیانی که ما داریم یکی از اون بیانها بیانهایی است که ما از دیگران چیزی رو درخواست میکنیم خب اینجا قفرانش چیه اینجا استغفارش چیه باید یه پروایی من داشته باشم پروا کجاست ایناست گوش کنید اولا وقتی که از شما چیزی رو میخوام و از شما چیزی رو درخواست میکنم اگر به سود منه این کار به سود منه من شما رو به عنوان ابزار دارم استفاده میکنم آیا انسان ها میتونن از انسان های دیگه به عنوان ابزار استفاده کنن یا انسان ها همیشه باید برای ما هدف باشن و گل باشن نه میتونم به عنوان ابزار از شما استفاده کنم شما از هم دیگه به عنوان ابزار استفاده می فلانی میتونی این کارو برای من انجام بدی بله میتونی به من این مقدار قرض بدی بله میتونی ماشینتو به من بدی بله میتونی بیای توی مووینگ کمک من کنی خب اینا همه حرف دیگه اینا توش استغفار هست استغفارش اینه که اگه به نفع منه من مشخص کنم که این کاری رو که دارم انجام میدم به نفع منه به نفع شما نیست مبادا من در این حالت از اون پوشش استغفار بیرون بیام و کار به نفع من باشه ولی طوری وانه بود کنم که به نفع شماست شما داریم یه مووینگ کمک من ولی من یه جوری وانه بود میکنم که این به نفع شماست این از زیر اون پوشش من خارج شدم از اون استقفار من خارج شدم باید کاری رو که از شما میخوام این کار طوری باشد که اگه سود من باشه بگم تصریح کنم و اگه سود شما هم تصریح کنم و اگه هر دو نفر تصریح این دوم این اول دوم این که کاری رو که از شما میخوام استقفارش اینه که این کار نباید برای شما ضرری داشته باشد توجه بکنید یک کار برای شما نباید ضرری داشته باشد اگه ضرری برای شما داشته باشه من از اون پوشش استقفار خارج شدم خب مگه میشه که من از شما یک کاری رو بخوام و شما ضرر نکنید ها الان من الان به یکی این خانم ها یا به یکی این آقایون بگم هفته آینده شما بیا یک ساعت یا پنج دقیقه یا نیم ساعت راجع به این موضوع سخنرانی کن من ازت میخوام اینو خب این به ضرر ایشونه چرا برای اینکه وقتش رو میگذاریم برای اینکه ایشون دو روز وقتش رو بعد بذاره مطالعه کنه تا بیاد اون نیم ساعت رو برای شما صحبت کنه به ضررش دیگه حتی به شما بگم این لیوان رو وردار به من بده این دیوان دستتون که بلند میکنید انرژی مصرف میکنید به ضرر شماست هر کاری رو که دیگری برای دیگری انجام بده به ضرره به ضررشه به ضررشه دیگه درست شو شما وقتی که میرید توی فروشگاه و یک سطل ماست برمیدارید بیزارید اونجا میتونید راهتون رو بکشید بیاید برید میگن آقا به ضرر ماست من یه کاری براتون انجام دادم سطر رو گذاشتم اینجا ماستو شما بردارید برید حالا برداشتی دارید میرید بعد پول بدی به جای این ماست شما باید پول بدید حالا بنده از شما که دوستمی کاری رو میخوام اینجا باید توجه بکنم که کاری رو که از شما میخوام با عشق و محبت و شفقت شما نسبت به من که چقدر منو دوست داری تناسب داشته باشه چرا باید تناسب داشته باشه؟ برای اینی که وقتی که ضرری به شما میرسه شما چون منو دوست داری میگه اشکال نداری من دو روز وقتم رو میگذارم ولی رضایت دارد روح من چرا رضایت داره روحت که بری بشینی دو روز مطالعه کنی تا بیای برای من این مطلب رو بگی برای اینکه من تو رو دوست دارم و روح هم احساس رضایت و آرامش میکنه این احساس رضایت و آرامش نباید کمتر از هزینه ای باشه که شما دارید اون هزینه رو به عهده میگیرید نباید کمتر باشه من باید در نظر بگیرم که نسبت محبت شما به من آیا ارزشش رو داره که این صدمه به شما وارد بشه چون من میگم که این خانم یا این آقا رضایتی که به دست میاره رضایتش بیشتر است از اون هزینه و وقتی که گذاشته پس بنابراین آرامه چون میگه برای تو کردم اما اگر این نسبت به هم بخوره باید اینجا به جای اون پول بدی باید جبران کنی این مطلب خیلی مهمه اینا همه قفران ها اینا همه قفر است و مطلب سوم این که تکلیف مالای اتاق نباید بکنی یعنی من از شما چیزی رو نخوام که شما رو نداشته باشید بعد که برید شخصیتتون و منشتون از هم پاشیده میشه و یک نوع گریز و نفرت در شما ایجاد میشه شما اگر از همسرتون یه چیزی خواستید که مالایوتاق بود یا اون از شما چیزی خواست که مالایوتاق یعنی شما طاقت ندارید شما توانش ندارید شما استدادشون ندارید این هم فعل دوم همراه با استغفار فعل سوم فعل سوم فعلی که نه من خبر به شما میدم و نه اینی که شما رو تحریک میکنم که کاری برای من انجام بدید فعل سوم این است که من خودم را ملتزم میکنم و متعهد میکنم که کاری را برای شما در آینده انجام بدم من خودم را متعهد میکنم در این که دو روز دیگه با شما قرار ملاقات داشته باشم در دفتر کارم بگم تشریف بیارید اونجا من متعهد میشم این حرف دیگه حالا استغفار چیه یعنی زیر اون پوشش قرار بگیره چیه برای اینه که موقعی که میخوام قول بدم و متعهد بشم در همون حال تفکر کنم که قدرت این کار رو الان دارم یا ندارم چون ممکنه بعدا از من سلب بشه ها سلب جبری یا سلب اختیاری بعدا قدرت از من سلب بشه من بنا بوده بیام پیش شما بچ پام تصادف میکنم پام میره تو گچ نه الان حساب این رو من باید بکنم که چیزی را که برای شما میخواهم و متعهد میشوم و ملتزم میشوم که برای شما انجام بدم من بتونم این کار را انجام بدم اگه نتونم و بگم من از قفران و حمایت اون شعور خارج میشم و باید مواظب گفتارم باشم و اینا نفس منو مستعد میکنه بعد اینکه اگر چیزی رو به شما قول میدم قول ندم به چیزی که برای شما ضرر داشته باشه چون آدم یه چیزایی رو برای دیگران قول میده که براشون ضرر داره کارهای شیطانی شیطان کارایی میکنه که وانمود میکنه که به نفع شماست ولی برای شما ضرر داره این شد فعل چندم فعل سوم فعل اول اخباری دوم اینا همه گفتارها دوم تحریکی سوم التزامی چهارم وصف حالی وصف حالی چیه وصف حالی اینی که شما نه چیزی از کسی میخواید نه چیزی رو میخواید به کسی بدید و نه خبری میخواید بدید میخوایم از کسی تشکر کنیم میخوایم به کسی تسلیت بگیم میخوایم با کسی همدردی کنیم میخوایم کسی رو به خودش برگردونیم میخوایم همراهی با کسی بکنیم توجه فرمودید اینجا شما حرفایی که میزنید با احساسات و عواطف و حیجانات یک شخص سر و کار داریم و مهمترین بعد وجود انسان احساسات و عواطف و حیجانات این خیلی مهمه یکی از درس هایی که باید در مصنوی ما توجه بکنیم مدیریت حیجانات که چجوری بتونیم احساسات و عواطف و حیجاناتمون رو مدیریت بکنیم اگه نکنیم به هم میریزیم به اون وحدت نمیرسیم وحدتی که حالا میگم اون وحدت چی هست نمیرسیم به خب چه حرفایی من برای همراهی با شما بزنم وقتی که میخوام یه احساسی در شما ایجاد بکنم توجه فرمودید مثلا این نفر رو به یک کسی میرسه کلمات سمی اه دختر شما هم طلاق گرفت دلم براش میسوزه نگاه کنید مثلا حالا اینا خیلی ابتدایی ها و خیلی کلمات دیگه کلماتی که اینها ما احساسات و عواطف رو که بحث میکنیم مثبت و منفی هشتاد سه تا احساس و عاطفه و هیجان داریم الان نمیخوام واردش بشیم اما کلماتی که من به کار میبرم استغفارش اینه که خدای منو حمایت کن عشق زا و نفرت زدا باشد عشق به معنی شفقت نسبت به همه انسان ها یعنی حرفایی که من میزنم عشق رو در شما تقویت بکنه عشق هم نه به معنای عرفانی که ما نمیفهمیم عشق عرفانی رو عشق چون اون رازه مطمئن باشید عشقی که مولانا میگه یک رازه و کسی بیاد اینجا بنده بهش وقت میدم ده ساعت بگه عشق مولانا چیه رازه اون به صورت راز اما همین عشقی که ما میفهمیم شفقت نسبت به انسانها عشق زدا عشق زا باشد و نفرت زدا کلماتی که من به کار میبرم جمله هایی که به کار میبرم برای احساس و عداف عواطف شادی ایجاد بکند یعنی شادی زا باشد و غم زدا باشد غم را بزداید امید ایجاد بکند و ناامیدی رو از فرد سلب بکنه اینایی که خیلی مثبت اینایی که میاد مطرح میشه آرامش به وجود بیاره و استراب رو از او بگیره و از همه مهمتر او رو به خودش توجه بده به خودش برگردونه که اینجا تعارض به وجود میاد یعنی گاهی از موقع شما میخواید کسی رو به خودش برگردونید ولی غمناکش میکنید میخواید می اون به خودش برگرده یه حرف میزنید که ناراحت میشه این هم اینا رو بعد روش کار کرد من سری دارم میگم راحت میشم و میرم این شد چهار تا کار چهار تا کار چی بود افعال بیانی اخباری افعال بیانی تحریکی افعال بیانی التزامی افعال بیانی وصول حالی پنجمی پنجمی اینه که شما با گفتنتون یه چیزی تو عالم نیست خوب توجه بفرمایید به این عرض من یه چیزی تو این عالم نیست شما با گفتنتون او رو خلقش میکنید ایجاد میکنید آقا مگه میشه؟ آقا میشه ما یه چیزی بگیم و یه چیزی خلق بشه؟ آیا میشه این یا نمیشه؟ من یه چیزی بگم بعد یه چیزی خلق بشه یه کلامی بگم با اون کلام من چیزی خلق بشه یه دروغی راست بشه یه راستی دروغ بشه. میشه یا نمیشه ببینید ما عرض میکنم خدمتون که در قرآن یه آیه داریم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اراده خدا اینطوریه که وقتی به یکی میگه به چیزی میگه باش اون میشه حالا انسان هم به این مرتبه برسه که وقتی که گفت بشه میشه شما این کارو میتونید بکنی که بگید و بشه ببینید ما یه اخبار داریم یک انشاء داریم این دوتا با هم فرق میکنه اخبار اینه که من الان به شما میگم هوای ویرجینیا چجوریه مثلا شما چون من که نمیدونم هوای ویرجینیا چطوریه اینجا از من شما سوال میکنی راستی هوای ونکوور چجوریه من میگم گرمه الان اینجا امروز هوا گرمه خب این هوا گرم است یک اخباره یعنی چه من بگم چه نگم هوا چیه گرمه آیا با گفتن من گرم شد نه خیر با نگفتن من گرم شد نه خیر ربطی به گفتار من نداره یعنی وقتی گفتیم این هست دیگه آقا الان من الان دارم سخنرانی میکنم دارم خبر میدم پای تلفن میگم ببخشید من دارم سخنرانی میکنم خب این خبره آقا با گفتن من این سخنرانی نخیر من چه بگم و چه نگم دارم سخنرانی اما انشا اینه که شما میگید ایجاد میشه شما تا میگید ایجاد میشه الان این لپتاپی که بنده دارم این مال منه خب این مال منه موبایلی که من دارم مال من این کتاب مال منه, کتاب مال منه. صد درصد مال منه ولی من یه چیزی میگم که دیگه مال من نمیشه یعنی ایجاد میکنم یک میگم این هدیه به شما تا گفتم این هدیه به شما دیگه من مالک این کتاب نیستم با گفتن من ایجاد شد با گفتن شما این درست شد ایجاد شد وقتی که یک عروس خانومی میره در صحنه عقد قرار میگیره و یه آقای دامادی میاد بر اساس سنت‌های ایرانی و اینجا و اینا خب البته عقد یک زن و شوهر یعنی یک زن و مرد اگر یک خانومی به سمت یه آقای اونور رودخونه وایستاده بگه من میخوام با تو باشم یه سنگ ورداره به سمت و او پرت کنه اونم یا یه گل به سمتش پرت کنه اونم از اون ور رودخونه بگه آره قبول دارم قبل تو اونم یه گل به این سمت اینا دیگه هم زن و شوهرن اصلا احتیاج به چی و چی و چی نداره اما در این عقدهای سنتی ایرانی عرض میکنم خدمتتون که یک اقبال و یه ایجاب بوده یعنی اقبال و ایجاب اینه که اون آقایی که میاد عاقدی که میاد وکالت میگیره از خانوم عروس تا عروس را به زوجیت آقای داماد در بیاره اول که میاد میگه که عروس خانم میتونم شما رو به زوجیت این آقا در بیارم که عروس خانم بله میگه همه فکر میکنن این بله یعنی اینا زن شوهر شدن نه عروس خانم اجازه داده که این آقا این پیوند را اعلام بکنه خب من حالا میتونم شما رو به عقد ایشون در بعد به اون آقای دامادم میگه آقای علی آقا شما به من اجازه میدید که شما رو به این خانم رو به عقد شما در بیارم اونم میگه بله این دو تا بله رو که گفتم بعد این آقا میگه به زبان فارسی و عربی میگه من به زوجیت در آوردم خوب دقت بکنید به زوجیت در آوردم خانم فلان رو برای آقای فلان این جمله ای که میگه اینا زن و شوهر میشن یعنی با گفتن او اینا زن و شوهر شدن با گفتن حالا اگه عروس خانم آقا دامادم بگم بله یعنی تا قبل از اون ما اگه میگفتیم این علی آقا شوهر ایشونه دروغ میگفتیم ولی بعد از ده دقیقه که اینا دو نفری اصلا به هم گفتن من میخوام با تو زندگی کنم قبول داری بله قبول دارم تموم شد اینا دیگه زن و شوهر شدن همسر هم شدن اون ایجاد حالا اگه فردا این آقای عاقد رفت در یه جایی گفتم چیکار کردی گفت به زوجیت درآوردم نسرین خانوم رو برای علی آقا این داره خبر میده اینجا دیگه انشا نمیکنه چون فردا رفته داره توضیح میده دیروز این کارو کردم اما اون موقعی که دیروز داره میگم به فعل مازی میگه اما اون اونجا انشاه درست شد شما یه چیزی میگید یک نفر میشه رئیس جمهور ایجاد کردید دیگه شما اینو رئیس جمهور کردید پس باید چیزی رو ایجاد کنم که درد و رنجی برای دیگران نداشته باشه و درد و رنج را در اونها تقلیل بدهد درد و رنج رو در اونها آستانه تحمل اونها رو نسبت به اون درد و رنج بالا ببرد آستانه رو بالا ببرد خب حالا هر چی که شما ایجاد میکنید شما یک نماینده انتخاب میکنید شما یه جای رأی میدید یک گفته ای میگید یک بلایی ای میگید با اون بلتون چیزی را ایجاد میکنید خب پس بنابراین در اینجا ما الان یک ملاکی به دست آوردیم که آقا ما بریم از فردا میخوایم این رو تحقق بدیم چی رو تحقق بدیم از فردا که رفتیم ما میخوایم تحقق بدیم این استقفار رو در افعال بیانی و گفتاری خودمون این باعث میشه که این نفس به اون تقوا نزدیک بشه نزدیک بشه نزدیک بشه بعد حالا نوبت به چی میرسد به راز میرسد این قسمت اول صحبتم